سلام سلام چطور انرژی شروع کردی؟ خیلی آه، خیلی, خیلی. آه. اصلا انرژی م... منهای من های هفته ما از همینجا از همه عزیزان شنونده بیننده و دیگه چی داریم نداریم <laughs> <مهارفی> دیگه <می مهارفی. laughs> <laughs> لمسنده <laughs> برند. آره مذرد خواهی میکنم سطح انرژی ممکن است زرب... از سمت من پایین باشه ولی بچه ها هستن کاور میکنند بالا در تیم ملی تو الان که خیلی خوب بوده چرا سطح انرژی پایینه؟ از هفته سخت و طاقت فرسایی رو داشتم و برخلاف هفته قبل نه هم پیرو هفته های قبل هفته سخت و طاقت فرسایی بوده و احساس میکنم که همینطوری سختتر و سختتر حالا میشه توی یه ماه آینده کلن ماه سختی رو در پیش داریم همه آماده باشیم یا آهنگ هم هست که میگه هرچی ما میریم پیشتر و پیشتر آره. هیچ ربطی به من نداشت ولی الان احساس میکنم که هرچی میریم جلوتر ممکنه سختتر باشه ولی خب برحال سیسه چیز بیام سیسه بزرگار بی بیام قوی تر میکنه نه قوی تر نمیکنه الان داره قوی تر میکنه سفت خیلی قوی تر گفتیم آره هجی اینه که بده چه خبر؟ آلی خوشی؟ سلام میخواستی یه چیز بگیرن؟ نه نه یادش نه میخواستم مثل قدیمی ها میخواستم یه بگم ولی یادم تو ببین قدیمی خیلی یادش میره چون یادش میره دیگه خیلی سیسش گرفتم خبر خوبی؟ خیلی عالی هفته چطور بوده؟ هفته خوبی بود دو تا اپیزود هفته پیش که رفت خیلی کامنت های زیادی اومد همه لطف داشتن و آره یه, ت... یه, تشکر بکنیم از مقدار اتنشن و توجهی که گرفت اپیزودهای قبلی به مراتب از بقیه اپیزودهایی که داشتیم حالا توی چند هفته اول بیشتر بود توجهیم <تصفح> نه به هر حال خب بیشتر دیده شد کامنت های خیلی زیادی اومد همشون صد درصد الان حال من میگم نرید عوض کنید صد درصد لایک داشته خیلی سخته برام ببینم دور نینم کدومه اینقدر میگردم تا پیداش کنم اوه شما دو, دو تا خرابه چرا, چرا؟ چون رو به رو رو مثلا فکر می‌کنم باید نگاه کنیم من فرضت خوبیم دیگه میدونیم شما رو آه 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 شماره ببینید باید یکی از شما رو ببینید شما رو ببینید نه من میخوام تو دوربین صحبت کنم بعد تا پیداش کنم سخته چون همشون تقریبا همین ورا دارن نگاه نه میکنه. تو نه با ما حرف بزنی چرا <تصحبت> دوربین رو بلکن. یه تیکه رو شاید بخواد به دوربین بگه من دوست دارم به دوربین شماره 3 سیامک ساری درونه هر وقت زد بیرون تو دوربین نگاه کن ممنونم از عزیزانی که دیدن اپیزودا رو کامنت رو گذاشتن دمشون گرم مرسی 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 به مراتب از هفت از فصلهای پیش حالا بیشتر بود ولی نمیدونیم چرا هنوز دلیلش کش نشده من تئوری اینه که به خاطر اینکه خیلی مدت نبودیم و الان خود گرافیکس هم شاید جذاب تر شده اینترو داریم ادیتور داریم و اینا شاید مثلا قابل زنی ها زیاده قابل دیدن تره <applause> شاید بیشتر ترغیب میشه. بیشتر میشن. آره آدم ها بیشتر ترغیب میشن ببینن ولی خب جذابیت داره جذابیت های, های ها... آره شما شما برای ما کامنت بذارید به که چرا بیشتر دیده میشه نظر شما چیه شما چه خبر؟ هفته شما چطور بوده؟ عالی آره بعد نبود خوب خدا تو چی فراد؟ هفته مثل هفته های پیش پرفشار استرس فوشای زیاد خیلی فوش دارم میدم <applause> آره من فوش به کپیتام خیلی رفته آره، بالا. فوش میدم چرا تو چرا محیطایی قرار میگیرید؟ محیط پرفشار پرفشار آره من فرزاد خوبیم <applause> خوش خوش <بس. تصفيق> کسایی که نمیدونن این سادجو که از سمت سپر میاد ببخشید ما نباید این سا جوک داشته باشیم که همه متوجه بشن داشتم کامنت داشت منت... یه سری مثلا کامنت میاد برای مثلا اپیزود 150 چون... یکی هم... مثلا سد رو داره نگاه میکنه توی فلان اپ پادکستی بعد موقعی که کامنت میذارن ایمیل میاد شم نگاه میکردم دخترنش رو که اصلا معلوم نیست کجا شروع میشه کجا تموم میشه میای میشینید یه سری چیزا میگی اصلا معلوم نیست خیلی باحال بود خیلی خفن دقیق دقیق گفت من یه کامنت خوب دیدم رو اون اپیزود چیز هوشنگ کشتی آزاد آره من نگاه می‌کنی نه تو یوتیوب کامنت آخر نشون میده دیگه آ یعنی خب رفت تو آها نه رفت تو رش برده نشون میده کل کامنت جدیدارو نشون میده بعد یکی بود خیلی قشنگ اونم هم تجربه مشابهی داشتم من خوندم لذت بم یه قلبم زیر کامنتشون گذاشت گذاشته آره. کامنت هایی که قلب میبینم زیرش میدونم تو قلب میزنی آه. آه. آره, شما چی کار میکنی؟ منم قلب میزنم ولی چون میدونم رو روال کارونه قلبا رو برمیدارم یا قلب بر کارون باشه <تصفح> اسم کنم که کارون قلب میزنه ولی خب تو هم هفته سخت و پرفشار ولی خب الان رو به بهبود دیگه الان داره بهتر میشه آره داره, داره, داره شل میکنه داره امروز اونم که روز خیلی زیبایی بوده و هست آره آره. و آره حال اسموتی گرفتی خیلی رابطه برعکس داره روزایی که بارونیه خوشحال ترم تا روزایی که چیزه بگم چرا نمیدونم چرا بگو چرا کنی داری یه چیزی از دست میدون بیرون نه اصلا روزایی که آفتابیه اتفاقای بدتر بیشتری میفته خیلی اون درست باشه که فوماه مثلا که مثلا تابستون که آفتابیه اینجوری که همه الان تو اشغالن و اینا تو خونه موندی بده ولی وقتی بارونه اون... میدونی دیگه. واقعا این هست آه آه تابستون هست. واقعا اورریتد <applause> یکم <یه ای>. یکم <applause> خیلی اوورریت ولی من عاشق تا <applause> ده شب هوا روشن خیلی حال میده من, من از... من من فتفاک از تابستون چه استفاده ای میکنم نمیتونم برم بی... برم بیرون گرم بدبختی لباسمو <applause> که نمیتونم در بیارم <applause> لذتی هم که جریا که نمیتونی بری دلش من اینو در بیارم به غیر از چربی الان فقط سه لایه موه یه سوال مگه همه مگه همه تابسونو لخ میشن حالا آره تو اون اون چرا دنبال این لذت نه تابسونی که تو ذهن تو میکارن یعنی اینه که دیگه کاشته تو میخوای کنار جی تی آره ها من میخوام برم این کانومه از دو طرف دیدید لباس رو میگیرن میکشن بالا میکنن بعضا میره یارود سیکس بک رو میندازه بیرون یه تن لاین نابی هم داره والیبالشو میزنه و یه نگو بس بس یه کتی میشینه گوش بده یه کتی میشینه تو ساحل یه دونه آبجو مثلا دستش داره میخوره آبجو عرق کرده از شدت سرما بیرون گرم دوفا همه میان <تصفح> رد میشن یک لبخند میزنن دلش هیچ کدوم <تصفح> اینا دیگه ما... فیلم <تصفح> ما هیچ کدوم از این امکانات ندنی خب به درد من نمیخوره اگه طرف مثلا آره سیکس پکر داره میتونه امکانات استفاده بکنه <تصفح> <تصفح> شاید. امکاناتش همه اونا هست خودمون اون قسمت خودمون همه چیز به نگاه تو و حس تو تو بستگیه نگاه من همینی که گفتم این بادی شیمینگ من نمیدونم نه با لخ کن بنداز وای یه سری ها هستن که ددزباد دوست دارن خیلی الان اتفاقا ترنده آره رو رون قضیه اگه از هستن که ایربگ دوست دارن میتونن بیام ما سیکس بک ما خوردیم تو دیوار یه چند سالی ایربگ همون واه شده دیگه سیکس بک همون به ایربگ تبدیل شد آره خلاص احساس میکنم تا اسم برد. ها ولی داشتی میگفتی که روزای بارونی و بیشتر مخصوصاً برای سیبیلا باز رو احساس میکنم راحت ترن نه بابا رو بنده خدا یه سریا خیلی نه پرشر بیشتره ولی خود کم یه واقعیتی بگم خود کلی سیبیلا استاندار نداره یعنی من فهمیدم چی گفتم فکر کنم سیبیلا خیلی پایینه اصلا نیاز نداره که مثلا دختره چه میدونم یا شاه پریون آره شاه پریون باشه نه. ولی از, نه از اون بر بیشتره نه. شما رو نه. تیندر اینطوری دیگه, دیگه مثلا درسته بچه‌ای که لایک میکنن پسرا چه شو من همه رو لایک میزنن ولی خب نیست. راست میزنن دیگه نه نه اون این دلیلش فرق داره ولی این حرف درست نیست استاندارد پسرا بالا نه اصلا ربطی به استاندارد نداره چیز دیگه میگن تو ده درصد آدمایی که میبینی رو خوشت میاد اونا هم ده درصد ده درصد زد ولی یک درصد احتمال هست که دو نفر همزمان اصلا خوششون بیاد حالا اینکه روش اکت میکنن پسر بیشتر اکت میکنن دختران اون دختر اون که خوششون بیاد اکت نکنن سیویل که اطراف منن هیچ کنون این مثل نیستن. چیز دیگه مثلا به اشتباه میگن مرد فانی ترن با مزه ترن اینجوری نیست مردا اتمت به جوک بیشتر تلاش میکنن جوک بگن ولی لزوما با مزه تر نیستن ولی احساس نمیکنم نم ده درصد احساس میکنم اشتباه است حالا اون هم یه استادی بوده دیگه حالا آیه قرآن که الله اکبر اشتباه زدم برای این هم میخورد چی بگو اون ده درصده برای اینه که شما یکی رو انتخاب کنی باش وارد رابطه بشی اون چیزی که ایمان میگه فرق همین داره همین من گفتم ایمان چیز دیگه داشت داری مثلا آره خب نوازشی بکنی و بری <applause> همین رو میگم <applause> دیگه آره نه خب این یه نه دیگه اصلا سیبیل اطراف من دنبال رابطه نیست هم دنبال نوازش خیلی مهربونه سیبیل های نوازشی سیویلای اوه که ما همه چی اینجا داریم و... سیویلای نه ولی اصلا هفته پیش من باید تو کمر فرزاد ولی می خوبیش این بود, بود. خوبیش این بود که انگار تو تمام مدت داری فرزاد نگاه می‌کنی الان تو دوربینه هی مثلا داری یه جور دیگه رو نگاه می‌کنی میخوای بریم سر اپیزود چون که بچه‌ها اساس می‌گم هر چی دارم سعی می‌کنم چون حرف بکشم سم یادم مرغ نشستم بود پوتین افتادم میز پوتین فرزاد از من فرزاد اونور مثل بعد بعد, او بعد اون جلسات با چند تا رئیس جمهور دیگه هم دیدار داشت دیگه نشسته بودن کنار هم آره خیلی مشخص بود دیگه. آره ولی مکرون هم مكروه دور بود ته بود خیلی دور گذاشت اونم پس سیاست خیلی دوره الان <تصفح> من هم جدی میگم برو بابا تو بودی دیگه خبرای عجیب یه دفعه من مثلا بعد از سه هفته دیدمش فرهاد و بعد یه مسیری داشتیم با دیگه تو ماشین بودیم با هم در مورد اوکراین شنیدی؟ گفتم که نه گفت وضعیت خیلی مرتحبه چرا رو بابا ها داری صحبت میکنی در چه میدم یه سری فکت سیاسی دیگه داد در مورد جاهای مختلف دنیا در مورد بیت کوین. دوش یه دقیقه بشین بذار آهنگ رو گوش بدی دیگه بس دیگه از اون آخه اون روز جوری با هم برخورد کردی دیگه از اون هفته خیلی آخه نه نه اخباری که میگفتی برای سن تو نبود با اساس که اطلاعات کافی هم نه اون اخبار نداشتی تو اجیبت میگفت آره بس هم گفت داشت اماد روسی میگفت گفتم خب مشکل چیه مشکل دارم ما هم دیگه یه مشکلی هست دیکتاتور دیکتاتورها در دیکتاتور آره در مورد چه جوری دیکتاتورها مردمشونو تریت میکنن برای اینکه مثلا سکوت بشه بابا فعلا خود دو دقیقه داریم میریم رم بگیریم آره ولی این چیزه جدی ها یعنی هر روز صبح که ما بیدار میشیم احتمال جنگ بزنه میره جنگ جانی سوم انشالله که اینطور نیست به حول قوه الهی اتفاق میفته. اپیزود تو آره آره کاغذت کو این بره چیزی من نمیبینم آها خیلی اون پشت میخوام شروع کنم زیبا چون که که میگم سو سو مون بک نشاستن شروع کن داداش شروع کن بیزن دکمه رو آها خودت جاست شام میخوریدم چه خواب برات میسوبت کنم نه این فاصله از این منظره دیگه سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من برای نشستن سلام 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 اپیزود 308 ماس فکر می کنم آره برگشتیم دوباره با هفته جدید یه شروع به قول سپرخسه شروع سوبر دیگه برگشتیم 308 مخصوص خود شما رو بشنویم خود ما آه شیر از, از خیلی آدم پریه خودت <تصفح> بگو <تصفح> برگشتیم با یه اپیزود دیگه یه تشکر بکنم از کسایی که شنیدن اپیزود و خیلی ریسپانس خیلی خوبی داشت بازخورد آره بازخورد خوبی داشت کامنت خیلی خوبی گرفتیم دمتون گم مرسی 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 توی اینستاگرام و تلگرام و اینا یه سری برنامه داریم که برای حالا اینکه دوستان بتونن جالب هفته ها رو به دست ما برسونن که یک کت در واقع بشه ارگانایزش کرد <applause> که تو هفته بعدی اعلام میکنیم چون خیلی به ما میگفتن مثلا جالب هفته داریم و اینا بعد خیلی سخت میشه تو کامنت ها بگیری توی مسیج اینستاگرام و تلگرام بگری پیداشون بکنی داریم سعی میکنیم یه جایی رو طبیعه ببینیم که بتونیم این خبرها رو از دوستان بگیریم و بعدم اینکه تشکرم کردیم قبلش اگه توی اگه دارین میشنوین قبلش باز برای بچه‌های یوتیوب هم تشکر کردیم اونجا هم خیلی بازخورد خیلی خوبی داشت خیلی خوب دیده شد های خیلی خوبی گرفتیم دم همه یه هم دیگه یه شروع خوب داشتیم برای فصل هشتمون کامنت ها هم بخونیم از یه جا اون کار خوبی که فرزاد یه زمانی میکرد کامنت جدا میکرد آره میگم می اپیزود قبلی کمی اپیزود اولی که همه کامنت ها خوب بود و یعنی لطف داشتن همه دنبال کامنت بعدی یعنی منتظریم بعد بشه نه بعد مثلا ها. من داشتم میخونم مثلا خب بیام مثلا نه یه کامنت فوش دار خودمون تعریف کنم فوش دادن کسی گفتن اونو بخونی بگو عشق منی یادم نیست یه فوش فوشش که دار بود <تصفح> زی شکمی بود آره <تصفح> یوتیوب برش نداشته <دارید>. بود <تصفح> نه اون موقع من دیدم که بود روی اپیزود آخری تو تو نمیدونم یادم نیست تو تبه کامنت ها دیدم به خودمون بگو بعدا بوق میذاریم روش خب خب به جمالت یکی یه چیزی بگه چرا انقدر سومون بک نشستین من رفتم هم دوماره کامنته بر بچه ها خیلی اصلا بیده شروع که سومون زیاد بخوابید دیگه این کم میخوابید نه آخه بچه ها خیلی سوبر نشستن چیزی بگو حرفی بزن اومدی تو پازی هست بگو بگو من از هفته زیبات برام هفته این من یکم دوچار گیجی میشم چرا اون قبل که یه سری صحبت کردیم راجر هفته بعد این دوره کدوم قسمت هفته است که میخوام راجع صحبت مهم نیست اینکه با جدید بگی چرا که به بعد دوباره اینجا آه. بگی آها من یه قر میخواستم هفته پیش بزنم <تصفح> دو تا قر میخواستم ولی یکیش انگار آره یکم کم گفته بود توی چیزا دو تا قر داشتم آره <تصفح> الان یادم افتاد ببین تحت فشار آدم چیز میشه ایما قرم این بود, بود که قرم راجب دیده نوع غور زدن بود قرر. همون کاری که گفتم هفته پیش مشغولش هستیم و داریم یه جور آماده تحسیس میکنیم با یه سری تیمای هموطن کار میکنیم تیما از ملیت مختلف هستن ولی این افرادی که میگم هموطنه بعد کارشون رو درست به خوبی انجام نمیدن بعضی جاهاش بعضی از قسمت رو خوب مثلا به قول و وعده عمل نمیکنن بعد وقتی که باشون صحبت میکنی و مثلا موقعی حتی پرداخت میشه و باید دیگه تصویر حساب و اینا میگه آقا مثلا این که باید مشکل داشته این جزئیات رو نگاه نکردی این از قلم افتاده اینا خیلی بهشون بر میخوره ناراحت میشن که چرا به روی ما مثلا مثلا چرا به رو ما که این همه مثلا سه ماه اینجا داریم زحمت میکشیم و اینا حالا دیگه این گوشش مثلا کجه با این بساز اه. در صورت که مثلا اه. مثلا یه مقدار خوبی هم پول گرفتن یعنی در ازای پول اومدن این کارو کردن رفتن ولی من میگم حالا این جامعه آماری من خیلی محدوده و اینا بیشتر فقط تو هموتان دارم مثلا تیمای دیگه بودن از ملیت دیگه بهشون میگفتیم میگفتن او ببخشید مثلا ما امروز نمیتونیم ولی فردا پس فردا میام اینو فیکس میکنیم میریم برای پروژه ما بوده اون قسمت ما باید تمام تحویل بدیم ولی هموطنان خیلی باحال بعدشون میاد یعنی بعدا بعضا بعد من که نکردم ولی رفتن نسخه کردن ازشون که آقا ببخشید حالا مثلا اما چی شخصی میشه تو ایران صحبت پیش اومد و اینا خیلی جالبه و خیلی رو اعصاب میره تا اون با مادر پدرم صحبت میکردم بعد به اونا داشتم میگفتم واقعا تو ایران همه چی شخصی میشه اصلا تو موضوع کار آه. تو آقا دادی مثلا روی پروژه کار میکنی دیگه میخوای پروژه خوب پیش بره بعد یکی یه ایده میزنه تو میخوای بگی آقا اون ایده مثلا کار نمیکنه به این دلیل. شخصی میشه طرف خودش میگه نه اصلا تو با من مشکل داری ولی حالا اینور نمیگیم بازار همه چیز پرفکته ولی تا حد خوبی شخصی نمیشه یعنی مثلا همه دارن روی چیزی کار میکنن هدف اینه که اون خ... کار خوب پیش بره حالا هم. ایده من نشد ایده تو بشه مهم نیست مهم اینه که خروجی چی باشه خیلی ما بر میخوره بهمون به خیلی قالجی آره. ها میگن ایگوسنتریکیم خیلی برامون خیلی به فرهنگ اون کمپانی یا حالا اون اورگانایزیشن هم رپ داره اساسا بیشتر به فرهنگ خودمون رپ داره اول شخصی بعد اون موتیو آره. هم خیلی تاثیر داره مثلا اگه محیطی باشه که ارزش بدن به این مدل حالا برخوردها یعنی که به تو بگم خیلی مهم نیستش که حرف تو پیش بره یا نره مهم اینه که خروجی کار خوب باشه اون تاثیر داره ولی اولش از خودمون میاد یعنی ما اگه قرار باشه همه چیز شخصی بگیریم که ما میگیریم ما ایرانی ها ما میگیریم من میگیرم آره این بده این واقعا بده نه برای من اصلا ناخواستم شخصی میشه یعنی اصلا آره، که شخصی شده تا موقعی که میفهمی شخصی شده اصلا نمیدونی معمولا نمیدونی شخصی میشه بعد تو دوست داری بری طرفو تخریب کنی ولی اصلا لازم نیستی دیگه بود همین مثلا کار پادکست خوده بود بله روی چیزی ما بخوایم تصمیم بگیریم مثلا من زاوی یه نظری... دور من, دور من یه نظری آره من نظری دارم بعد حالا ایمان بیاد به من بگه که این نظرت به این داری غلطه من وسط بیام شخصیش بگیرم خب اشتباه دیگه وقتی غلطه غلطه ولی ما شخصی میگیریم زیاد نه کار کردیم روش اوایل خیلی آره ولی مثلا شما نبودی شما نبودی شما موقع نبودی نظر نده لطفا هوا میشه آره بابا ما دعوا داشتیم دو سه بار شخصی میشد همیشه شخصی میشد آره همیشه همیشه نه الان شخصی نمیشه نه الان کمتر میشه آره کمتر میشه <laughs> همیشه ایده ها من رد میکنین مثلا <laughs> <دیدی شخصی شو. skrisa> اصلا با, با مشکل مشکل داری شما مشکل داری شما کلمت در نوع میشه آقا این رفیقتونو رو دارن کنسل میکنن کی جوروگن چه روگن رفیق اون که نیست <laughs> اون هم تلاش خودشو رو داره میکنه یعنی دونم چی دیدی که یه آفر 100 میلیونی دیگه گرفت از یه جدی رامبل دیگه. از یه پلتفرم م... بیشتر بهش آفر میدادن آخه 100 میلیونی پلتفرم رامبل بهش چیز داد گفتش که بیا هر چی میخوای بیار اینور اپیزودایی هم که اونور دیلیت کردنم بیار آخه خب اشتباه دیگه نمیدونم ببین کلا تا یه جایی با پولیتیکال کارکنس بودم خب دیگه جایی که به جورگن نه 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 اصلا 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 من خیلی وقت جورگن گوش نمیدم اصلا برای مهم نیست خب ولی تا یه حدی دیگه یعنی الان آدما جرئت ندارن دهنشون رو واکنن میشه میگم چون به یکی برمیخوره آخه نه این مورد واقعا نه این مورد رو من دیگه. این مورد اصلا درونش در نخونم میدونم که انوردو رو به کار برده چند بار از اون اوت اف کانتکست پس نمیدونم در مورد میگم من حالا کسی که در جریان آره این برده که سالهای سال به کار برده بعد یه کلیپ درست کردن که این همه رو چیز کردن جدا کردن پشت هم چسبوندن به هم این هی ای میگه و نزدیک به هفتاد بار میگه اینه. خیلی زیاد آره. اصلا من میشینم باورم نمیشد که مثلا سفید پوست داره این حرف رو میزنه بعد خب میاد به اون میاد اسخایی ببین همین حرف تو چیزا اینسنسیتیوه چرا سفید پوست این نه نیست. چرا, چرا؟ چی بگیم نه. اصلا نباید گفت یه اصلاً, اصلا به رنگ نباید بگی دیگه یعنی نسبت به آره خب, خب آره واسه آره اگه میگفتی سیاه پوست این کار میکنه اون این سنسیتیو بود دیگه خب افریکن امریکن ولی خب سفیز پوست پوست سفید این چه شده ترم هست نه موضوع اینه که چرا اون این سنتیزی اون ایمان یکی نیست سینچی چی میگه نه ایمان همین دیگه دقیقه ایمان... همین کولتیکا کارکتر سر دارم ایمان داره دیالوگ این کانسل کالچر حالا آخه این مورد خاص رو من توضیح بدم اینکه حالا هزار بار اون انورده رو به کار برده اینا ولی یه دونه از اون خیلی بدتر داره این فیلم چیز Planet of Apes که یه لب در واقع دادن روی میمونا یا یه حالا یه گونه از چیزا میمونا کار میکنن که یه چیزی بهشون تزریق میکنن و اینشون خیلی باهوش شدن تا حدی که اصلا یه سوسایتی خودشون رو درست میکنن دیگه از اون لب و اینا ریکاست میکنن میرن بیرون و تا یه جایی میشه که دیگه دارن با آدما میجنگن دیگه اومدن یه قسمتی از مثلا کشور گرفتن و دارن میجنگن خیلی فیلم باحالیه نه آره خب. این آقای جوروکن داره تعریف میکنه توی یکی از این قسمتاش اینو برای یکی از دوستاش که میگفتش که ما میخواستیم بریم این فیلمو ببینیم بعد ظاهرا میگه که میخواسته بره حالا رزرو کنه سینما اینا توی محله میتونه رزرو کنه که چیزه بیشتر سیاه پوست یا افریکن امریکن اونجا بعد این میگه که ما وارد سینما که شدیم انگار وارد پلنت ایپس شده بودیم بعد میخنده اون دوستشو میگفت یه نفر سفید پوست توی سالن سینما نبود مم. مم. این دیگه قشن ای این این درست... اینا اینا فکر کنم چند هفته پیش گفت نمیدونه همین این... مالکه این چیه سنم چند هفته پیشش بود گفت آه, و... آه، توی استنداپ کامیدیه نه 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 این تو پادکسته این تو پادکسته تو پادکست. ولی میگم حالا من با اینکه آدما سنسیتیو باشن نسبت به حالا دیس ها یا نسبت به دیسبیلیتی ها یا چیزایی که ممکنه آدما رو ناراحت بکنه و عقبه حتی تاریخی ملت ها یا نژادها من با این موافقم که آدم ها باید یه ذره بهتر صحبت بکنن حتی من یکی از یه خورده که به تمام استریمرهای خودمون میگیرم اینه که خیلی نسبت به چیز هوموفوبیا آنورن حالا شاید بعضی موقع حتی مثلا یوتیوبرا آگاه نیست آره خیلی آگاه نیستن در و بعضی مثلا یارو داره کالف دیوتی بازی میکنه میبازه بعد یه سری فوشایی میده که علنا داری به کسایی که همجنسگرا هستن داری توهین میکنی خب <applause> فوشای خیلی جنسیت زده استفاده میکنه و من به این همیشه موافق اون بودم ولی بعضی موقع دیگه موافق این بودم که <applause> کنسل کالچر وجود داشته باشه <applause> که مثلا آدما اور باشن آگاه باشن به این چیزا ولی دیگه یه لیمیتی هم باید داشته باشه دیگه مثلا دیگه باید بتونی اگه که واقعا ماهیت کار تو مثلا چم جوک گفتنه باید بتونی یه جوکی بگی این می چی میگم یعنی آدما الان دیگه منتظرن که یه نفری یزی بگه سریع انگوش بکنن توی چشش یه آره مورد مشابهش اخیرا راجبه چیز هولوکاست داره پیش میاد یه نفری یادم کی بود ولی توی یه جایی مثل که صحبت میکرد و به اشتباه اومد حالا شرایط زندگی بقیه رو با شرایط آدمایی که توی هولوکاست بودن مقایسه کرده بود چرا کنم دیدم بعد خب ازش خورده میگرفتن که مثلا تو اصلا تاریخ نمیدونی آگاه نیستی که اونایی که حالا توی هولوکاست و اون کانسنتریشن کمپ ها اون داستان بودن چه شرایطی داشتن که دو داری این شرایط رو با اون مقایسه میکنی من نقطه نظر تو رو میفهمم ولی یه وقتایی واقعا حالا مثلا همین مورد این واضحه دیگه پس ذهن طرف چی گذشته که یه همچون حرفی رو زده حالا تو میخوای فانی باشی به هر قیمتی که نمیتونی فانی باشی مثلا توی که حالا این همه شنونده داری دیگه درسته مثلا توی یه جمع چهار نفره یکی همچین شوخی بکنه خیلی فرق داره با اون آدمی که کل دنیا میشناسنش ام. و اگه این اداش... برای کل دنیا شون... برای چهار نفرم این سنسیتیو دیگه هست. ولی میگم فرق داره تاثیرش فرق داره خب این داستانه ما سر تتلو داشتیم دیگه اون آدمی که چهار میلیون نفر فالوور داشت اون یه حرفی بزنه با من یه حرفی بزنم فرق داره اگه عینا یه حرفم زده باشه حالا این آدم خب چون ادعاش اینه که اصلا ریسیست و سکسیست و اینا نیست ولی خب این حرفا رو میزنه یعنی اینکه متناقض دیگه آه. آه. هر کسی میتونه اشتباه کنه سر داستان واکسن و اینو این بعد کرد خیلی هم شیک بود م. خب یعنی واکنش همه مثبت بود که چه کرد سر ها که میگو واکسن اینو نه. ازش خورده گرفتن که مثلا اطلاعاتی که راجع بهش گفتن انتای واکسری و... آقا تو دو مرحله جوروگن تو این یک ماه نه, نه نه اون اون یادمه آقا عذرخواهی نکرد اون گفت آه. من میتونستم گفت من از ولی میتونستم اینطوری بهتر انجامش بدم گفتم من کسایی که آوردم تو پادکست همه مثلا خیلی پابلیش و خیلی متخصص و خیلی یعنی سر سرشون قسم میخورن فقط به خاطر که دارن یزیو میگن که قر... در موافقه چیزی که شما باور داری نیست دلیل برای نمیشه که اشتباه باشه آخه نه کلا اون آرگومنتش اشتباه بود اینو چیز خیلی قشنگ راجعش صحبت کرد تریور نو گفتش که تو ممکنه بیای یه چیز غلط و هی تکرار کنی اینقدر تکرار کنی تا یه روزی درست باشه فرض کن یه ساعت خراب داری داریم میگه ساعت 4 من میام فرض الان ساعت 4 فرض نه دوباره میپرسن الان چاره الان چاره هی میگه نه نه نه, نه. یه بار بالاخره چاره دو بار در روز چاره خب اون موقع که چهار دیدی بهت گفتم ساعت چهاره این داستان همین بود مثلا این اومد گفتش که آقا منی که این نتونست بیاد آمر... کانادا چون گفتش که من کووید داشتم شما منم کنسل شد دیگه آره من. گفت من کووید داشتم واکسن لازم نیست بزنم خب بعد حالا این اون موقع این حرفو زد اگه بعدا بیاد اثبات بشه که مثلا کسی که یه دور کووید گرفته دیگه لازم نیست واکسن بزنه این بیاد بگه من اون موقع گفتم این حرف اشتباهی گه چون وقتی یه چیزی هنوز اثبات نشده این داره روش پافشاری میکنه یا بیاد از قدیم بگه که چون ماسک لباسی اون ماسکی که از لباس درست میشه تاثیر نداره یه زمانی تاثیر داشت این ورینت اومیکرون اومد دیگه رو این تاثیر نداره ولی این هی بیاد بگه دیدید من اون موقع گفتم گوش نکردید الان فهمیدید تو یه چیز غلطی یا یه زمانی داری میگی که هنوز اثبات خب نشده در لحظه هم ببین اون موقع هم تحصیل من حالا اینو داری میگی من از این ور قبولش ندارم بخاطر که البته نمیدونم اما اتفاقی که افتاد برام برات توضیح میدم من موقعی که داشتم بار اول میرفتم دبی جون بود فکر کنم یا جولای بود احساس میکنم جون. اواخر جولای بود چی؟ یکم جونتی کشیدی؟ نه داشتم دوش فکر میکردم برای همین من با یه دونه ماسک پارچه‌ای داشتم که توش هم یه فیلتر میخورد یعنی توی که مثلا ورم یه فیلتر می‌زدی بعد اینو توی هواپیما که زدم زن گفتش که نمیتونی ماسک پارچه‌ای داشته باشی بعدش پرسیدم چرا گفتش که نشون داد که ماسک پارچه‌ای تاثیر چیز نداره مثل ماسک های دیگه نیست نمیتونه مثلا جلوی میکرو بگیره و اون موقع هم در کار نبود برای همین نمیدونم این چیزی که تو میگی مطمئنی که فقط رو ورینت قبلی تاثیر داشت روی ورینت جدید تاثیر نداره نه همون موقع میگفتن تاثیرش کمتره ولی تاثیر داره همچنان یعنی حالا ماسک مال رو ها رو ندارید اونو میزنی تاثیر داره الان میگن روی این تاثیر نداره الان باید ماسک درست سایه بزنید حالا کلا آرگومنت اینه که تو یه چیز غلطی روش پافشاری کنی وقتی هنوز اثبات نشده ولی اگه اثبات شد بگی دیدی من بهتون گفتم این کار اشتباهه آخه میدونی <applause> کل پوینتش اینه که اثبات شدنش اینطوریه که میگه که اینا نمیخوان اثبات بشه میگه که من فقط دارم مستنس. نقل قول میکنم و یعنی نظر شخصی من نیست من اصلا متخصصم نیستم میگم نظر بدم میگفتش که یه انقدر مثلا اطلاعات مختلف در این مورد وجود داره که یه سری چیزهایی که الان داره بهش پافشاری میشه کار نمیکنه و فقط به خاطر فروشه که داره این اتفاق میفته نمیزن اطلاعات درست اطلاعاتی که صحیح درست چیز بشه پخش بشه یه بحث این, این حرفیه که این, این حالا اون چند پادکستی که در امروش صحبت میکردیم و من گوش دادم همه رو که آورده بودیم متخصص ها رو و کسایی بودن که میگفتش که خیلی چیزن اطلاعات زیادی دارن خیلی مقاله چاپ بیشترین تعداد مقاله رو چاپ کردن که اونم خودش نظر من چیز نیست دار. سنگ محک خوبی نیست که حالا چند تا مقاله چاپ کرده با اون مقاله که سال پیش نمارش بکنم تو پادکست صحبت کردیم یارو اومد و گفته بودش که اگر که سگ شما همجنسگرا باشه خود شما هم جنس... یاد میاد یه سری مقاله اینطوری چاپ شده بود میخواستن ترول بکنن کل اون پابلیشینگ و میخواستن اون پروسه پابلیش واسه کردن واسه مقاله رو زیر, زیر سوال ببرن میخواستن مسخرش بکنن به این سری آدم اومده بودن این سری فیک درست کرده بودن که به ظاهر واقعی میومد مثلا به نجیه سودن که اگر سگ شما همجنسگرا شما خودتون هم همجنسگرا میشید تو طول زمان و اینو پابلیش کرده بودن مثلا یکیشون چیز با جایزه برده بود مثلا صرف اینکه تو مقاله چاپ کردی آدمه اه... معتبری مت... آره واقعا نیستی ولی خب اون کسایی که آورده بود به غیر از اون کردینشال های دیگه هم داشتن اعتبار های دیگه هم داشتن کار خوبه دیگه هم کرده بودن فعلا کل حرفشون این بود که حالا دولت ها یه جورایی الان دست به دست هم دادن و میخوان یه جوری وکسین رو مثلا فرو بکنن با آدما به زور بهشون بدم نمیخوان نگاه بکنن به بقیه افکت هایی که وجود داره بقیه راه که وجود داره برای این قضیه حالا میگم برید خودتون بش ولی... دقیقا میگم بلی... من اصلا متخصص من, من فقط چیزی که شنیدم نقل قول میکنم من ترجیح میدم خودتون برید بشنوید در واقع تصمیم خودتون رو خودتون بگیرید ولی کلا در مورد کنسل کالچر من تا یه جایشو بودم ولی از اینجوری به بعدش دیگه واقعا مثلا روی استریم که من دارم استریم میکنم دست و پا میلرزه که جوک بگم حتی در مورد خودم می میگم یعنی بعضی موقع هم که یا ما مثلا این حرفی که زدم نکنه به فلان گروه مثلا بر بخوره چه اگزوز فروش های قسمت مثلا پایین جردن میتونی مثلا یه گروه خیلی اقلیت مثلا بهشون بر بخور حالا یکی... گفتی یکی کامنت گذاشته بود ایمان نگو آدم پایین هستی یه سری دیدم واقعا فکر میکنن منظور اینه که مال پایین شهری <تصفح> آدم پایین برای پایین شهر نیست از اخلاق فکری زید. نه دیگه نه دیگه که مثلا کیچی برداشت میکنه و آه اینا آه آقا میخوای من ببخشید خیلی صحبت کردم شخصی شده بود 25 <تصفح> دقیقه اینجا ما فقط کلا موزیک گفتیم من جوروگن سگمنت داشتیم آره جوروگن سگمنت من بس دیگه بس ریشو قیچی میدم دست شما بفرمایید آره قسمت 308 این قسمت می راجع به در واقع ادامه قسمت قبله تو قسمت قبل سیر تکامل یک انسان منطق محور از این صحبت کردم که لحظات لذت لحظات لحظات ناب احساسی قابل مقایسه با هیچ دستاورد نیست یعنی ما بیایم همه رو لیست کنیم مقایسه کنیم اون یه لحظه ای که مثلا ایمان فرزادش رو بغل میکنه یا آقای فرزادی عاشق شدن اون اصلا با هیچ اتفاق دیگه توی زندگیش ممکنه قابل مقایسه نباشه و اساسا اون لحظات ناب احساسی هستن که زندگی رو قشنگ و معنادار میکنن که شما مثلا یادتون میاد لبخند میزنی یا عشق چشات جمع میشه این نظر شخصی منه دیگه نیستش که نظر شخصی من بعد ادامه دادیم که موفقیت هایی که جامعه ما رو تشویق به داشتنشون کرده رو اگه نداریم ولی یه عالم از اون لحظاتی داریم که اشک و لبخند توشه به نظر من زندگی کاملا ارزشمنده اصلا این نباید دلیلی باشه که طرف حس بدی داشته باشه و اینم از اون فرهنگ مقایسه کردنه میاد دیگه ما از بچگی بهمون یاد دادن که باید خودتون مقایسه کنی با بقیه مم. مثلا همون فرد توی دبستان اون کسی که بیست میشه مثلا از اون کسی که نوزده هفته پنج میشه بهتره ای همین دیگه الان صحبتشو کردیم توی پادکست که این نمره رو برداشتن تو دبیرستان دلیلش اینه آره دلیلش دبیرستان دبیرستان دلیلش اینه اصلا راه بچه راه بچه اتفارم. تو اون سن نباید یه همچین مقایسه ای رو دیگه نمره نمیدن کلا خوب قابل <تصفح> قبول و اینا کرد. اون سن اینجور جور مقایسه رو نباید بکنه اینا همش از اون فرهنگ مقایسه میاد و ما هم عادت کردیم دیگه شما توی هر نقطه‌ای باشی خودتو با این نفر دیگه مقایسه میکنی که خوشحالی از خودت بگیری دیگه همون دبستانا ببخش مثلا صحبت تابستون که میشد رقابت بود که بچه کی چند کلاس بیش یعنی چند کلاس ثبت نام شده تنیس دیگه بگم ریاضی همه اینا اصولی چیزی که برای من جالبه میخوام بدونم اون سال اولی که این اتفاق افتاد پدر مادر رو چه حسی داشتن یعنی پسر میواد خونه مثلا بابا میگفت خب مثلا امتحان ریاضی شدی بعد نبودم خیلی <applause> 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 خوب <تصفيق> بابا فکر کنم بیشتر کارت شکه برای پدر مادرها بوده <applause> به خاطر که تو مثلا چل سال با یه ایده زندگی کردی که وقتی که یه امتحانه آخرش یه نمره است یه عدده خب و از 20 شروع میشه تا هر عددی و موقعی که این عوض میشه خیلی به نظرم سخت خوده برای پدر مادر حالا اگه کسی تجربهش کرده به اون بگو ببینیم چه جوری باش کنار اومدین آره به صورت کلی این فرهنگ مقایسه کردن خیلی آسیب زای دیگه دقیقا دلیل, دلیل, دلیل اینکه ما رضایت نداشته باشیم از زندگی که داریم حالا اصلا خوشحالی بحث شده است رضایت نداشته باشیم همین چون تو مدام داری خودت با یه فرد دیگه با یه مفهوم دیگه با یه حالا کالای دیگه هر چی داری مقایسه میکنی و خب همیشه هم جا هست برای جلوتر رفتن باعث میشه که داشته هات رو بهش توجه نکنی اینو آقای تونی سوپرانوز نه هفته پیش گفتم یا نه به تراپیستش داشت میگو به خانم دکتر ملفی این فکرم یه چی دیگه هم پادکست میکنه <laughs> چهار شنبه کجایی؟ این مطمئن هم یه دیگه هم پاسکست هم بکنه مطمئن نیست کدوم رو کنه اونجا نگفتم نه یه اینو من به مشاور خودم داشتم میگفتم حالتی با این عدبیاتی که الان قراره بگم بگو آره خیلی یه جاش برای من چاله بود داشت به این خانم ملفی میگفتش که حالا اونایی که نمیدونن آقای تونی سپرانوز توی اون سریال تونی سپرانو رئیس مافیای نیوجرسیه خیلی پولدار رو دیگه همه ازش حساب می‌برن داشت به خانم مشاور میگفتش که بابا من دنیا رو از بیزه گرفتم یعنی <متصفيق> کنترل <متصفيق> <applause> yani عجیبی روی دنیا دارم ولی تو خیابون که دارم راه میرم میبینم چی میگه تو خیابون که دارم راه میرم میبینم یه آدمی داره اونور خیابون راه میره دستش تو جیبشه سوت میزنه بهش حسادت میکنم میگم اون چقدر مثلا زندگی خوب و شادی داره من اینجوری نیستم ای اینو قشنگ میگه و این مشکل خیلی از ماها میتونه باشه دیگه ممکنه چه نه ما رتبه یک کنکور دیده باشیم یا یه آدمی دیده باشیم که ما تحت بیزنس رو پاره کرده پول زیاد داره ولی باهاش که صحبت کنی راضی نباشه چه <úsica> <gosta> <تصفح> خیلی اون لحظه اون سریال برای من جالب بود حس با... خود تونی اینجوری میگم حس لوزر بودن دارم حس بازنده بودن دارم وقتی اون آدم رو میبینم بزن. که دستش تو جیبش داره میره میزنه و در صورتی که اونی که یه آهنگی میشنوه شروع میکنه رقصیدن اونی که داره زندگی میکنه حتی اگه هیچ کدوم از اون دست تو زندگیش نداشته باشه نظر شخصی من بعد در انتها هم گفتیم که اینا هنوز مرور قسمت قبله ما بخشیدن یادم نمیاد تو اپیزود قبلی این واقعا جای دیگه داره نه نه اینا رو الان دارن یه سکوت استوریشون کجاست آره بله یه 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 اینا من تو یه سریال شنیده بودم بعد اینو انگلیسی بود من ترجمه کردم الان تو ذهنم انگلیسی بود خب بگو انگلیسی میگی لطفا اینو تو همون سریال دوایر داش میگو بعد کانتکستش یه مقدار فرق میکرد ولی یه خانومی بود که پلیس بود بعد یه جا میره به شدت اینو تیراندازی بهش میکنه اصلا داغون میشه و چند ماه تو بیمارستان و اینا بعد شغلش رو عوض میکنه دفتر شغل دفتری طور میشه بعد دوباره یه فرصتی پیش میاد که برگرده توی همون تیم قبلی که بوده بعد مثلا بهش میگن و اینا بعد گفتش که when i hear music i'm gonna dance mm. اگه فرصتش باشه دیگه من تا رو میرم نمیشه موسیقی رو بشنوام مثلا بشنوام یه گوشه ساکت خیلی باحال بود آب باشه چه خوبی تو زنه اومد بعد آها در انتها هم گفتیم که اون احساسات در واقع درکشون و شناختشون دریچه ای به شناخت فرد از خودشه آره. و گفتیم که قرار هم نیست رو همشون اکت کنیم دیگه منطق اصلا کارش هم که اون احساسات رو در واقع تعدیل کنه اگه قرار باشه رو همه احساساتمون عمل کنیم اکت کنیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه ولی خب شناختشون خیلی مهمه به خاطر اینکه باعث میشه فرد یه شناخت از خودش داشته باشه بخندره نه نه یه صدای بوس شنیدن نه زبونم گیره تو بودی آره بعد دیگه همین شد که ما اون داستان اون زوج مرتب احساس و منطق اونجا برای این مطرح کردیم که اون احساسی باید باشه کامل باید درکش کنیم بشناسیمش ولی برای عمل کردن باید منطق وارد بشه که اونو بررسی کنیم حالا توی این قسمت توی اون در واقع در راستای ادامه این که خودمونو چه جوری بشناسیم و آگاه باشیم به احساسات و ناخودآگاهمون چون میگفتیم که در واقع احساسات از ناخودآگاه میاد من میخوام راجع به خواب حرف بزنم <applause> که به نظر من خیلی ابزار قدرتمندیه برای حصول اون شناخت فرد از خودش به نظر من که نه به نظر بزرگان من تجربه شخصی این رو دیدم داستان از این قراره که یه روزایی بود که توی حالت بیداری یه مقدار پریشون بودم خداگاه من توانایی این رو نداشت که اتفاقات سیر اتفاقات رو درست تحلیل کنه <applause> بعد صبح بیدار شدم یه خوابی دیده بودم این خوابه خیلی حس واقعی داشت خیلی بر من عجیب غریب بود که انقدر حس اون خوابه واقعی بود و خیلی مرتبط به اون موضوعی بود که من پریشونش رو تو بیداری داشتم <applause> چون حالا ممکنه شما یه خوابی ببینید به نظرتون خیلی مرتبط نباشه خیلی هم نری رو بگیری این چون دقیقا روی همون موضوع چرا خوابی که دیشب دیدم اون خیلی عجیبه هیچ شخص نمیتونم بلند بگم نه دقیقا برای شما بعدا میگم ولی بعد خیلی بد بود آره من اون روز صبح بیدار شدم خیلی مرتبط به موضوع اون روز بود و خیلی حس واقعی داشت اصلا اون حسه برای من عجیب غریب بود بعد خیلی هم ما گنگ شنیده بودیم تعبیر خواب و از این جفنگیات گفتم بذار یه سرچی بکنم ببینم داستان چیه که خوشبختانه اینترنت ما رو به جای درستی هدایت کرد نرفتیم توی بخش تعبیر خواب و انرژی و... آره. نرفتیم رفتیم توی پیج روانشناسی اونجا داشت توضیح میدادش که در واقع حالا همین مقدمات دیگه خواب دریچه‌ای به ناخودآگاه شماست و خواب میتونن معنادار باشن اتفاقا و خیلی میتونه به شما کمک کنه که یه سری مسائل رو بفهمید تحلیل کنید و پیشنهاد کرده بود که یه کاغذ خودکار بذارید کنار تختتون اون صبح که بیدار میشید خوابایی که یادتون میاد اون رو بنویسید طب. بعد گفته بود که خیلی میگن که ما اصلا خواب نمیبینیم و اینا و وقتی که شروع کنید این کار رو کردن متوجه میشید که اتفاقا خیلی خواب میبینید و یادتون میاد ما نخواهیم خواب ببینیم باید ببینیم یه نکته بگم کارو این جمله رو چند ماه پیش خود کسی یه هالوین بود آره به ما گفت آه. اما خندیدیم بهش نه. نه خب جاره بود و اینا من که خندیدم دو شب بعد من عجیب ترین و سنگین ترین خواب عمرم دیدم آه. یادم واقعا گفت گفتم بهشون که شما هم چیز شدی تا گفتم و نوشتم من بیدار شدم رو گوشیم نوشتم اون خواب رو نمیتونی الان بگی یه کمی سنگینه حالا بعدا میگم شاید آره بعد گفته بود فقط هم خودتونید که میتونید اونا رو تحلیل کنید یعنی مثلا ببخش من, منی که صبح پا میشم این همه حرفی که میزنی حس میکنم هیچ خوابی ندیدم همینه یعنی <تصفح> واقعا خواب دارم آله. بله حالا ما اعداد رو بهت میگم که همه چه خواب دارن اینا چی شده نه بروت بروت من دارم توهم میزنم یا واقعا تصویر این هزگاهی لک میخوره ماشومه <applause> نمیدونم خب <applause> آره نوشته بودش که خودتون میتونید اینا رو تجزیه تحلیل بکنید آه. اینجوری هم نیست که خواب مستقیم بیاد به اون موضوع اشاره کن حالا برای من دقیقا اون روز داشت به اون موضوع اشاره میکرد و برای هم خیلی جالب بود برام ولی ممکنه شما یه چیز نمادین ببینید مثلا تو خواب فکر میکنی که یه حالا یه چیز ارزشمندی داشتی رو از دست دادی در واقعیت ممکنه دقیقا ترس همین رو داشته باشی که اه... حس از دست دادن یه چیزی رو دارید ولی دقیقا اون چیز همونی نیست که شما تو خواب ممکن ممکنه یه فرق کنه حالت شاعرانه نماد اینطور میگیره ولی در صورت خود شما میتونید این تحلیل رو انجام بدید و خیلی هم میتونه کمک کننده باشه بعد آره تو تجربه شخصی من دقیقا اون حالتی که خداگاه من عاجز بود از تحلیل اون وقایع خداگاه من خیلی کمک کرد خوابی رو دیدم بعد خودم یه برداشتی داشتم راجع مشابه... با مشاور راجع بهش صحبت کردم یه خوابم نبود مثلا چندین بار مم. چیزهای مختلف بعد واقعا درسته این کار انجام بدید خیلی باحال من اصلا یکی از تفریحا اینه که صبح که بیدار میشم سعی میکنم اون خوابایی که دیدم و یادم بیاد بهشون فکر میکنم یه مثلا حسش خیلی باحال و خوبه یه هم حسش بده ولی جالبه که مغز شما اه... یه همچین داستانایی رو درست میکنه و ممکنه باورتون هم نشه چه صحنه ای رو مغز شما خواب درست کرده ازش ممکنه یه چیزی باشه که تو تو کودکی یه لحظه دیده باشی اصلا توی بیداریت یادت هم نباشه ولی تو خوابه میاد اینا همش یه جایی ثبت شده اون که فکر میکنیم حافظی بدی نداریم بهش دسترسی نداریم فقط توی وادی روانشناسی اینا خواب درمانی هم وجود داره یعنی مهمید. یه لحظه اصلا اومد تو بگردی درمان. یکی درمان داره میکنه یعنی چی خواب درمانی یعنی درمان؟ مثلا از همین ف... 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 تمرکز بزن بزنن رو خوابی که شخص میبینه شب تا صبح بعد بیان اونو واقعا واکاوی کنن بریزن بیرون ببینن که حتما هستن آقای یا کلا خیلی روی خواب و اینا حالا دور ما بر زیادی میتونی ازشون بپرسید ولی اه... اه... کلا اینکه خواب نبینیم آپشن نیست حالا میگم عدد ارقامش میگم میگن که تخمین زدن توی تحقیقات که شما هر شب سه الی 6 تا خواب میبینی نه بابا که 95 درصدش رو یادت میره درست خواب شما میبینی آره ولی یادت میره که تو اون لحظه رو باش زندگی میکنی دیگه یعنی موقعی که داری میبینیش میفهمی که داری میبینیش از صبح بلند شدی یادت نه میره ره. آره تو بیداری یادت میره خب. ولی دیدی خب همون دیگه این بعد دیگه چرا؟ اون نمیشه این خواب ای راحت ای نمیشه نه بده من خودم آخه من هم این نیست. این ور... من هم این برداستانم بگو تو منظور بگو بردم نه بگو نه حالا بگو با با نه مزنش. میگم که همین خواب دیدنه بعضی موقع نمیذاره بخوابی خب اون شاید یه پیغامی رو داره به تو میده که بری بهش رسیدگی کنی یه کابوس مانند تو میبینی ببین تو تلاش داری میکنی که صورت مسئله رو پاک کنی من چیکار کنم خواب نبینم هم. در صورتی که شاید اگه بری ببینی اون خوابی که دیدی چیه ربطشو به زندگیت توی بیداری پیدا کنی بری بهش بپردازی دیگه اون خواب رو نبینی نخواد در اصلا من. کلا من نمیگم یعنی شما مثلا خوابایی که میبینیدم او اوکی با این با اینکه خواب ببینید آره آره دیگه چرا نباشی اصلا من دارم بهتون میگم یه دریچه یه به شناخت تو از ناخداگاه آخه احساس ختون نوع خوابات بده نه بعضی که تعریف کابوس ماننده آره نمیدونم ببین خیلی هم مثلا بعضی هاش این نیست که مثلا یه حیولایی دنبالته خب ولی یه اتفاق خیلی عجیبی مثلا حالا نمیخوام <فیاران> بگم <applause> <applause> خیلی بد <نشه. تصفيق> خود خب دلیل داره همه احساس میگم که مثلا بعضی موقع نبینیم هم مثلا اتفاق بعدی نمیفته کلا تاریکی باشه تو مثلا چهار ساعت که آدم پنج ساعت که آدم میخوابه دیگه بعدش هم دیگه بلندشی میدونی هفته یه بار خواب ببینیم خب ولی هر شب تو میگی بین چهار تا 6 تا خواب میبینی من که نمیگم نه یعنی تو یه تا 6 و 95 درصدش هم شما فراموش میکنی خب بعد خوابه توی مرحله بگو چیه رپید آی موومنت استاد آره توی مرحله اتفاق میفته که معمولا 90 دقیقه بعد اینه که خوابیدی این بابا <applause> که تو <applause> مهمونی هست بگو آره جالب من اینه مثلا پریشب داشتم می نوشتم پریشب شب, شب می نوشتم و این 90 دقیقه رو فهمیدم که بعد 90 دقیقه بعد اینکه میخوابی خوابی وارد مرحله رم میشی بعد امروز دیشب که خوابیده بودم صبح ساعت 5 خورده ای بیدار شدم گلاب برتون یه دستشویی برم <applause> بعد رفتم و دوباره برگشتم خوابیدم یه دور دیگه من هفت و نیم بیدار شدم که یه خواب عجیب غریبی دیده بودم <applause> بعد یادم افتاد ای دقیقا این با اون 90 دقیقه مچه من دو ساعت بعد اینکه دوباره خوابیدم یه خواب عجیبی دیده بودم خوابم خودش طولانی بود این دقیقا با همون همخونی داشت من به فرزاد گفتم تو همیزی بگو من گردنم درد گرفت من آره. سوی سوی هر از یه، من اگه دیدی به فرزاد درم گو. نگاه گوشم با توه من... اون موقع که من پریدم تو حرفت اینو میخواستم بگم این حرفی که کارون داشت میزد گفت سه تا شیشت خواب میبینیم نه پنج درصدش هم یادمون نمیاد من همونم یعنی من شب تا صبحم تاریکه باسم صبح که بیدار میشن اصلا انگار نه انگار هیچ خوابی دیده. نه ولی توی خوابت آها یعنی هیچی هم نمیفهمی سیاه نه نه. نه. اصلا بگم صبح بیدار میشی یه حس خاصی نداری حس هم خوبه خب یعنی خواب خوبی دیدی یعنی خواب خوبی دیدی بپرس از من همسر من چه خوابی دیدی مهم نیست ببین این بیدار چی تجربه میکنه تجربه نه من من موقعی که تو خوابم من, میدونم دارم خواب میبینم میفهمی خواب بعد میبینی صبحم بیدار میشون حسه رو داری آره خودی از اون حسه میفهمی نه یعنی من من موقعی خوابم من, من میدونم که دارم خواب میبینم یعنی میگم که ای بابا دوباره شروع شد اوه اینو میخواستم میگم چون نه برای من اینجوری که من قشنگ میدونم که خب الان من دارم خواب میبینم دیگه ولی کاش نبینم بذاری بخوابم کاش الان با هم کنار بیام بخوابیم برس به اونا آد ان شاء الله اونجوری موزل نیست که شما توی جنگ زندگی نمی کنیم قضاوت نکنیم هم دیگر یکی از شهرهای خوب دنیا تو شرایط خوب زندگی اصلا اینا مثال ملاکی نیست حالا خیلی جالبه کنسلش کنیم خدا کلی کار کرده مغز وقتی که میخوابیم خیلی جالبه ظاهرا با بیداری متفاوت عمل میکنه چه جوریه؟ این بخش پری فرانتل کورتکس که مسئول بخش منطقی تصمیم منطقیه و در واقع تعدیل کردن احساساته ظاهرا وقتی میخوابی یا کار میفته یا خیلی کم کار میکنه اونم خوابه خیلی بره. جالبه برعکس بیداری یعنی بخش منطقی مغز شما تقریبا از کار میفته سره جان اینجا زاره. پیشانی بس اگه ضربه بخوری ممکنه <applause> نه جدی واقعا میخوام بدونم یعنی اگه, اگه مثلا ضربه مثلا شدیدی خورده باشی تو بچگی ممکنه این از کار مثلا کمتر کار بکنه این استخون سر جمجمه بهش میگن بله خیلی محکمه درسته ولی خب مثلا ضربه خیلی این شدیدی بخوری من با زانو بزن فکر کنم حالا بله نمیخوام ولی بعدش یادم از که خاطره بگم در واده دمیج سری که داشتم تو بچه گیرم ولی خب مغزو میذارن زیر امارای آره میبینن میشه که میشه این میشه روشن بره. میشه نشه یعنی اوه. از کار افتادی یا زیاد یه بگیری آره این افلام. بخش منطقی مغز آنم وقتی که شما خوابید کمتر کار میکنه یا غیر فعاله بعد بخشای دیگه خیلی فعالتر میشن بخش آمیگدالا که بخشیه که مربوط به احساساته احساسات رو پردازش میکنه اون خیلی فعالتره خب خیلی جالبه دیگه یعنی توی بر همینه که شما ممکنه حالا مثلا برای من تجربه متفاوتیه خواب خیلی واقعی تره آه. آره اصلا یه میگم صبح بیدار وقتی اصلا انقدر حسش طبیعیه من که مگه میشه بخاطر اینکه اون بخش احساسات مغز شما فعال تره منطق خاموشه اون که ام. مثلا خوابی که میبینی روند منطقی نداشته باشه که نداره اکثریت مواقع ولی معنی داره چون به احساسات شما مربوطه بنابراین ما اون وقایع زندگیمون و اون اشتباهات و امیدها رو داریم یه مدل دیگه توی خواب میبینیم مدلی که تو واقعیت بهش دسترسی نداریم بعد حالا الان من از راجع به سه تا فرضیه مختلف میخوام صحبت کنم خیلی کوتاه که نگاه کردن به این خوابا فرضی اول از دانشگاه هاروارد میاد اکتیویشن سینثسیس هایپوتزیس که میگه که خواب معنی خاصی نداره این پالس های الکتریکی مغز که خاطرات و تصاویر رو به صورت تصادفی از گذشته میاره بعد اصلا شما بیدار میشی داری داستان میسازی ازش آخه یه چیز عجیب هم تولید میشه یعنی همش که خاطره نیست چیزایی که من میبینم آره هیچ خاطره امیدوارم خاطره آره این فرضی اوله فرضی دوم که حالا این خیلی مرسوم تره ممکن زیاد شنیده باشید روانشناس مشهور آقای زیگموند فروید بله. که خیلی باور داشتش که از طریق تجزیه تحلیل خواب شما میتونید به ناخودآگاهتون دسترسی پیدا کنید و ناخودآگاه رو بشناسید میگه که خواب تناقض ها و آرزوهای سرکوب شده رو افشا میکنه مورد تو این مورده هم شاید من هم؟ آرزو. نه شما فروید باشه نه میگم اون یکی باشه هاروارد باشه خب خودش یه ثانیه قبل داشت و گفت برای من آرزوه نه حالا براتون بعد اپیزود میگم که مورد سوم کاش که نوشته بودم Threat Stimulation Theory میگه که این یه مکانیزم دفاعیه که مغز وقتی که ما خوابیدیم ما رو توی شرایطی قرار میده که اون اتفاقاتی که یعنی شرایط تهدیدآمیز شرایط مخاطره آمیز رو برای ما توی یه حالت امنی شبیه سازی میکنه آه. برای همین میگن که بچه هایی که توی محیط هایی هستن که حالا از لحاظ فیزیکی یا روانی ممکنه آسیب بهشون وارد بشه بیشتر خواب میبینن به خاطر مغزشون داره شبیه سازی میکنه توی محیط امن اون شرایط تا که بتونن باهاش راحت تر کنار بیان من حالا به شخصی هر ستای اینا رو به یه نحوی دیدم یعنی یه وقتایی ممکنه خواب واقعا معنی خاصی نداشته باشه یه وقتایی دقیقا به همون تناقضا و آرزوهای سرکوب شده بچگی رب داره یه وقتایی هم واقعا ممکنه تو توی شرایط چون فرض کنید میخوای بری یه جا... یه چیز ارائه بدی استرس داری داری خواب تو میاد اون شرایط رو برای تو ایجاد میکنه که توی یه حالت امنتری توی اون محیط قرار بگیری شاید بتونی راحتتر در واقع کنار بیای باهاش یه مکانیزم دفاعیه بعد خلاصش اینه که توی این قسمت من خواستم تجربه شخصی بگم روی رو موضوع به نظر من خیلی از خواب هستن که یه عالم اطلاعات و در واقع سر برای ما داره که دسترسی پیدا کنیم به اون ناخداگاه و احساساتمون و خیلی جالبه که هر کسی آگاه باشه به اینا بتونه روشون کار کنه شروع کنه تحلیل کردنشون یعنی حالا صبح که بیدار میشی به جایی اینکه فرد بریم مثلا گوشی رو نگاه کنی یه ذره فکر کنیم یه چیزی یادمون میاد خیلی جالبه اون احساسات و اینا و اتفاقات جالبی هم افتاده آقای سالوادور دالی رو که میشناسیم نقاشی معروف نقاشی معروف اون سیبیلا و اینا یه یعنی نقاشی داره پرسیستنس اف مموری اگه دیده باشید ده ده. ها ندیدم ده. اصلا او اونو ظاهرا کالچر نیستم اون تو اونقدر واقعا الهام گرفته ام. اون نقاشی رو یه نقاشی که حالا سرچ کنید نگاه کنید یه سری ساعت که حال به حالت منحنی در اومده روی سطوح مختلف و یه سری مورچه و اینا هست که حالا هر کدوم دلیل داره میگن اونو از خواب الهام گرفته و اینو ایمان میدونه آقای کریستوفر نولان فیلم اینسپشن اونم ظاهرا تو خواب الهام گرفته و چرا شما میدونی فیلم بازه دیگه ما. من فیلم بازم منتقدم نمیدونم چرا ولی خب یه کردیتی که بهم میدن قبول میکنم اصلا من مهم نیست یار به من بگی که چه میدونم نجار خوبیه مثلا بگه با اینکه تا اول دست به چوام نزدم قبول میکنم و یعنی هیچ وقت از کردیت الان دیگه دست نمیکشم اون چی دست به سینه کردیت نمیزنی نه میفشارمش هم شده یه سوال در مورد همه سوالاتون جواب میدم چون من روانشناسم خودم میتونم شمارتون رو بذارم وقتی که میگی که صبح بلند میشید مینویسید خوابی که دیدی بعد که کلا این کمک میکنه که کلا بهتر یادت بیاد دیگه این موضوع سوال هم مثلا شب که آخرین کاری که میکنه قبل خواب اینه که مثلا تو گوشی تی نه مثلا میخوام اینا مثلا تو تو موبایل بودن اینا تاثیری نداره تو اینکه صبح که بیدار میشی چقدر یادت میاد یا نه نمیدونم ببین چیزی که داره میگه اینه که که 95 درصدش یادت میره خب بعد شما خواب رو تو مرحله رم میبینی یعنی 90 دقیقه بعد که خوابیدی برد. اگه یه اتفاقی بیفته تو همون لحظه بیدارشی به احتمال خیلی بالای خواب تو یادت میمونه یعنی من میگم این سری من پنجانیم بیدار شدم برم دستشویی اون خوابی که اون لحظه دیدم و کامل یادم بود یه دور دیگه هم که هفتانیم بیدار شدم خواب جدیدم یادم بود قبلی هم یادم بود ولی اگه و بیدار رو یادم بید. میرفت یعنی حالا تصادف هم مهمیه چون من سرم که میزنم رو بالش صبح بیدار میشم <تصفح> خیلی خوبه ولی فرنوش اینطوریه که همه خوابش شب بیدار میشه نه, نه 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 من اصلا نه بیدار میشم نه نه واقعا <تصفح> اصلا <تصفح> چی چی هم دست همین به خاطر دنده به دنده میشی بیدار نمیشی نه هیچی دیگه دندان خودت چون برای شما راه دارم دارم بیا رو دوشکی من بخواب اینو اپیزود منم برای شما یه بار بیا با ما تا صبح خودم بهت میرسه آره بیا دوشکی من بخواب قطعا خوابت یادت میمونه چون نمیتونی تا صبح یه تک بخوابی یعنی دوشکی بده پس ها؟ نه حالا اپیزود بعدی تبدیل دوشک آره اگر که خواستید که خواباتون تعبیر بشه میتونید با شماره یک هشت کارون هلپس تماس <تص> بگیرید خود خواب خود خواب آقا ولی این کارو بکنید خیلی جالبه بنویسید من بازم سوال دارم حاجی من من ناموسا میگم حالا من نمیگم چیه خب ولی من بنویسم و یک روز این نوشته ها در بیاد ببین چانس یو قمه میکنن کف شهر آها 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 ولی ادامه حرف کارون واقعا این کار بکنید آه. میگم اون تجربه که من داشتم دو روز بعد اینکه این گفت صحبت کرد در مورد خواب و اینا جالب بوده من سر اون خوابه اصلا رفتم یه مشاور جدید پیدا کردم و یعنی خیلی تاثیر داشته اون همون یه خوابی که من نوشتم و دارم به قول کارون بهش میپردازم سایفر میکنید سای سای بعد, بعد تو از از روز اولی که این خواب رو نوشتی داری توی دفتر چه داری؟ من توی بازه مثلا دو هفته اینطوری آره به ترتیب نوشتم و اینا چون اون بازه خیلی خوابای بود آره مرتبط به روز میدیدم بعد اصلا کلا زدی مشکل رو حل کردیم دیگه نمی نویسم روش کنا آره نمی نویسم رو ولی یه وقته هنوز یادم میاد قشنگ راجبش قشنگ فکر که گفت گفت مشکل حل کردیم خیلی قشنگه قبول نداری یعنی خیلی خودشو با نه 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 اصلا اینکه مشکلت حل یه مشکلی بوده و حل شده خیلی شکنم. کم پیش میاد من میبینم که میشه که میدونی چیزای جدیدی سر مهم نیست ولی همین که حل میشه, <تصفح> من... حل میشه. خیلی کم من دیدم که اصلا چیزی حل بشه جدی <تصفح> <تصفح> <م. تصفح> <تصفح> <تصفح> نه جدی میگم ها <میدونم> میشه بهش بپرد نه اصلا <تص> حالا تو اطرافیان من خودم اصلا چیلید دارم خوش بده چرا هی امید چرا اینو شخصیش میکنید من میگم که اصلا کلن توی اطرافیانم کم میبینم مشکلی حل بشه یا ایگنور میشه آره. یا اصلا از مشکل به مشکل یعنی حل نمیشه مدلش عوض میشه بله بله میتونیست که خب مثلا هر مشکل هر کردیم مشکل بعدی رو بیایم حل بکنیم ام. هیچ خیلی کم میبینم که گفتی برام تازگی داشت خب مثلا کاری که فرزاد کرد نگاه کن چه کار جالبی بود اون خوابو دید مثلا رفت مشاورش رو عوض کرد حالا به هر دلیلی خب این یعنی خودش یه قدمی برداشت برای تو خوابت مشاورت داشت ازیتت دیگه این بیداشو گفت لعنت به مشاور مشاور اون کسی بود که با خیال شروع اینا این خیلی واقعا بده اما از ما فرضا زیاد اذیت میکنیم من اکنالش میخوام بکنم که ما من خدا یه روز یه روز بهتون تکس بیدم بگه من دیگه نمیام میشی من اکنالش میکنم ببخشید اگه زیاد اذیت میشی It's a joke We love you Take a joke نه خب برای چیه نه نه هیچ وقت اینو بد نمیگم که انجام نمیدیم آره بگی سوالاتو بپرس فراد خب خیلی موضوع جالبه من بعد اینجوری که شبیه این پلتفرما نشستیم سوالاتون هم که بپرسید دیدی اینا که میشینن پشت میز توی این کنفرانس نشست برای, برای اینکه اپیزود بعد شما گردنت خوب شه منو فراد میریم اونور آره چون یه هفته طول میکشه درست میشه نه خدا شو یک لوئیز خدا آفرید لوئیز آره می خیلی از این دردها هم به خاطر تنشای فیزیکیه همه چی برمیگرده به هم من همه اینا رو میدونم خب من جمله کارون جمله کارم تمام نشد ولی این حیف دیگه کاش ادامه میدادی اینا جمع میکردی یه جایی مثلا میدیدیم میخوندیم یا خودت مثلا بری مرور کنی عقب بیای جلو میدونی یعنی یه چیزی آره, آره. خیلی شخصیه به ما <تصفح> 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 کارو پشت باشی گفتیم چیه گفتیم پس بعد چی میخواد از من ایلی اینشوسی و عمل کرد کلا بیده ببینیم داداش کارو با اعتراف کامل از شخصیه نه ولی واسه خودت منظورم بود بیده ببینی آره میگم اون بازی که خیلی فشار بود اون خوابه رو مینوشتم بعد کلا حل کردیم مشکل رو اصلا دیگه هیچ مشکلی نیست و راحت این کار انجام بدید من من, باحاله. من بیا بکنیم دیگه با... این کارو آه. از از این هفته من تو این کارو این رو هفته من بهت قول نمیدم این کارو بکنم ولی خب تو اتفاقا باید این کارو بکنی چرا نه باحال حال اکسپریمنت ها اتفاقا تو باید این کارو بکنی یه چیز دیگه بگم حالا قبل اینکه ببندیم در مورد حرفی که ایمان زد که هیچ موقع مشکل جمع نمیشه حل نمیشه جمع, جمع, میشه, میشه. یه جوری جمع میشه تلم <applause> بار میشه <تصفيق> 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 در مورد حالا این مسائلی که با در واقع روان آدم سر و کار داره و اینا آدم میخواد بهش بفردازه اینا تجربه خود من این بوده که اینطوری نیست که مثلا یه یه روز بیداشی یه روز, بیداش روز سهشنبه مثلا ببینی که تموم شده میدونی حل شده <applause> اون مشکله یه مثلا به خودت میاد توی یه بازه مثلا چند ماهه شاید نگاه میکنه میبینه ای آره دیگه اون مسائل یه تو ذهنم نیست حالا به خاطر اینه که بیشترش به خاطر اینه که بهش پرداختی یعنی میگم که به نظر من حل میشه ولی مثل مثلا اینطور نیست که بگی یه ماشینو میذاری تعمیر کنن یه روزه میفهمی تعمیر شده اتفاقا من راجعه این موضوع مشاورم صحبت کردن من گوش بده جالبه من دارم گوش میدم اپیزود ها رو بر من اینترونشن های ماین ایمان انا من ادیکت های ایمان بی بی سی چند پیش یه مطلبی نوشته بود که شبا قبل خواب اتفاقاتی که توی روز افتاده براتون رو بیایید بنویسید بعد یه خیلی باز ما ما قبل خواب بیر خواب بیر بیدار چیزی چقدر بیر خسته میشید خود از ما نمیستن بیاره ما پول میدادیم یکی تسته یا رو من یکی بیارم بقیر هستم بشیدم تو میگم <تصفح> خب ببخشید اینو من اصلا این جوک من میگفتم آره این یه تیکش خیلی برای من جالب بود نوشته بودش بفهمم. که وقتی که شروع میکنید نوشتن اون موقع باورتون نمیشه که شما توی ذهنتون با خودتون با چه ادبیاتی صحبت میکنید که هرگز حاضر نیستید با اون ادبیات رو بقیه صحبت کنید احتمالا خیلی از ماها تو ذهنمون با خودمون خیلی بد رفتاری میکنیم آره. یه جوری نه اصلا چیزی من یاد تو افتادم تو خود میگفتی من آره؟ با خودم که صحبت میکنم خیلی بد میزم مشکلی باشه دیگه. دیگه آره؟ میگه وقتی شروع کنی نوشتن باورت نمیشه که تو حاضری با خودت با چه ادبیاتی صحبت کنی ولی هیچ وقت با این ادبیات با هیچ آدم دیگه ای صحبت نمی کنی سپر من <تصحبت> سپر بعد حالا همین این که ما با خودمون بد صحبت کنیم در واقع توی ذهن خودمون ممکنه خیلی ایراد بگیریم از خودمون یا منفی صحبت کنیم اولا خب واضحه که این چه آثار مخربی داره اه. من می نویسم زیرش امضا میکنم این قطعا به موفقتر شدن شما هیچ کمکی نمیکنه این که خودتو تخریب کنی برعکس باعث میشه خلاقیت از شما گرفته بشه به خاطر اینکه حالا این تو همون کتاب هوش مثبت نگر بود دیگه شما یه عالم من مختلف داری برای ماها اون همیشه اون من ایرادگیره ممکنه فعال باشه بر خیلی آه. از حالا هر کسی یه مشکل رو داره بعد به جای اینکه حالا اون من خلاق بیاد بشینه پشت فرمون اون من ایرادگیره خیلی فعال و سنگ میندازه دیگه در انرژی شما رو میگیره بعد حالا با مشاور داشتیم صحبت میکردیم که حالا یه سری از این عادات بعدی که داریم مثلا این مورد یا مثلا اون مورد مقایسه کردن که ما تو فرهنگمون بوده که شما با خودت همیشه مقایسه کنی ببینیم مثلا بقیه کجا من برم به اونجا برسم همش منتظری دیگه بری برس <تصفح> زندگی رو که ازش لذت نمیبری فرهنگ, فرهنگ ما نیست یعنی بیشتر فرهنگ ما, ما رو گفتیم دیگه من چون مثلا با فرهنگ چون مکزیکی آشنا نیستم من میگم ما ایرانی ها حالا این معنی چی نیست که فرهنگ ما بعد بقیه خوبه ما شناخت بیشتری داریم از این فرنگ بعد این برای من توضیح داد که توی سنین مختلف چقدر زمان میبره که شما بتونید یه رفتار یا یه طرز تفکر رو عوض کنی اه. مثلا تو بچه چون مثلا تا 6 7 ساله میگه مثلا در یه روزه چند ساعته به سن ما که میرسه گود 6 ماه شما 6 ماه باید روی یه موضوعی متمرکز بشی فقطم روی یه موضوع نمیتونید مثلا 10 تا موازی مشکل تو همزمان حل کنی خب 6 ماه باید متمرکز بشی که مثلا با زبان ملایم تری با خودت صحبت کنی یا خودت رو تعلیم بدی که قرار نیست خودت رو با بقیه مقایسه کنی قطعا از تو آدم بهتر تو دنیا هست بدتر هم هست از اون چیزی که هستی لذت رو زمان کمی نیست حتی به زبونم ساده میاد اصلا من همینو بهش فکر کردم الان برگرد ما تو شیش ماه گذشته رو کدوم ویژگی خودمون کار کردیم فقط دارم بدتر میکنم خب دیگه همین دیگه بعد هم که تو تو شیش ماه هیچ چیه یعنی can't teach آره چرا؟ چجوری مرتبط شد ما؟ هیچ رفتی نداشت ولی خب بابا چجوری مرتبطه؟ طول میکشه دیگه سن یعنی مثلا مزدوشه که حبیت های قبلی شو مثلا نگه میداره هیچ ربطی نداشت چرا داشت؟ خب آها بعد که خب تو شیش ماه که کار زندگی تو که کنار نذاشتی که فقط به این موضوع پردازی تو توی شیش ماه یاد میگیری که آقا مثلا مقایسه نکنی یا شما میری میپردازی به خوابایی که میبینی میبینی که مثلا ترس داری که فرهاد رو به عنوان بهترین دوست زندگی از دست بدی برای همین اون خوابا رو داری میبینی آره حاجی بعد روش کار میکنی روی رابطت با فرهاد یه کار کنیم یه خیلی جدی کار کنیم مزد مزد, مزد. آره خب خدا, خدا شکر <applause> <applause> حالا این آره اینو برای گفتم تو گفتی که ندیدی مثلا <applause> مشکلی حل شه توی نما شیش ماه زمان میبره مینیموم درست ولی <applause> <خیلی سه. تصفيق> میشه دیگه خب این کار نکنی چیکار داری میکنی؟ نه شدنیه من من خودم چون یک سال یک سال میمه گذشته یه پروسه تو کردم میدونم که شده نمونه زنده یه دهن آدم صاف میشه صاف که سهله جرنی آره. خب نمیتونیم اون بقیهش بگیم دیگه احساس میکنم یواش یواش داریم به سمتی میریم که همه چیو میگی. میگیم بتونیم بی. <تصفح> آره خیلی سخته آره سخته به خاطر که تو وقتی داری توی اون بازه اون در واقع به اون داستان رو میپردازی خیلی تلاتوم داری خیلی پریشونی اصلا پریشونی اول اون لحظه ای که تو میفهمی چی بوده داستان اصلا اون اتفاقی که بچگی فرهاد براش افتاده میبینه الان داره روش تاثیر منفی میذاره میدونی دیگه خودت نه ولی من مثلا اینطوری هم که چون آدم تنبلی دوست داشتم یا خیلی خوب بود واسم که یکی کنارم بود تو این پروسه که می نه چون خیلی آدم دلش میخواد مثل کسایی که دارن ترک اعتیاد میکنن اینا ریلپس هست میکنن بله بله برمیگرد آره من روی بودم که برمیگرد لغزش میکنن لغزش آره من حالا خوشبخت بودم که یکی رو همراه خودم داشتم که حواسش باشه و اینا پوش کنه تنهایی حس میکنم سخ... سخت تره حالا اینو شما یا حالا ایمان بردن در آینده شما آدم های تنهایی هستیم نه 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 من از اضافت نه تو گفتی دوست داشتی می بود یا خوشحال بودی که بود بودم که بود 24 ساعت حواسش می نوشت شیطونا ببینی می فضوره شون احساس کنم یه یک ساعت و نیمی یه چیز دیگه راجعی نوشتم اگر من از یه بگو از یه دره دیگه وارد شد از یه بزرگواری یه حرفی رو شنیدم خیلی حال کردم الان ایمان میگه که نگاه کرد به شیش ماه گذشته خودش میگه فقط دارم بدتر میشم اینو خیلی از ماها با این قضیه درگیریم مثلا ممکن نگاه کنیم ما یک سال گذشته هیچ کاری نکردیم خب این دلیلش اینه که چون ما جزئیات اون اتفاقات یک سال گذشته رو یادمون نیست فکر میکنیم واقعا هیچ کاری نکردیم حالا این بزرگوار که گفتم توصیه کردن شما یه تقویم داشته باشی تو این تقویم بنویسی بنویسی بوز یعنی رو دفتر کم بود رو تقویم بنویسی مثل هایده شدی بیا بنویسیم روی بیا بنویسیم روی آره ایشون گفتن که شما بنویسید توی اون تقویم حالا مثلا امروز این کار رو کردیم دیروز بعد مثلا بعد یه ماه دو ماه که بهش نگاه میکنی و یه عالمه کار انجام دادی واقعا اونجوری نیستش که ابس آره ماشد. نه نه ببین کار که انجام میدی یعنی اینطور نیست که تو به حال داری اگه روزی درمیاری یه کاری داری انجام میدی دیگه چون یه غذایی داری میخوری از خوش پو خود پولش داری میدی یه کاری داری انجام میدی که اتفاق میفته ولی در پی بهبودی خودت نیست فقط داری میگذرنی روزتو تو خب همینا دارم میگم شاید تو توی یه روز بری مثلا مدیتیت کنی این در پی بهبودی خودته نه <متحب> میدونم <متحب> آره درست بری به انرژی هایی که خب یه پیجی افتاده بود به تور ما نمیدونم از کجا اومد تو کدوم وبسایت نه توی اینستاگرام اینستاگر. بعد یکی بودن که معلوم بودن ایشون ایرانی هن. چون اسمامیل مشخص بود ولی خب بزرگ شده اینجا همش جو انرژی و آخ توی همین شهر هم بودن و... احترام بذاریم به کسی که انرژی داشتن میگفتن که دکترای انرژی فرستان رو آره بعد یه جوری هم ما همیشه باید دیست پس هست یه جوری صحبت میکنن انگار مثلا طرف دانشگاه رفته نمیدونی که شاید رفته یکی بود رفته بپرس یه بار بپرس نمیدونی که نه توی این فیلد که خب میدونی این رشته تو نمیدونی استرولوژی که ارائه نمیشه شاید یه جا دارشو آقا بعد اینو رو کنم نمیشه چون علم نیست نمیشه دیگه شاید فضا نورد خوبی یه جوری میگن آخ، بزنم. بزنم. بزنم زور ببندم اوکی okay. نه یک ساعت و 40 دقیقه است آره اونورم داریم نه این یک ساعت و 4 دقیقه است اونورم 35 دقیقه داشتیم دیگه بفرمایید ببندم گذشت ما،, ما نه ما <تصفح> ما تو تا فاز تو تلگرام ما آقا ما همه جا هستیم دیگه برید فالو کنید یوتیوب سابسکرایب کنید جرأت اگرم دیدید بقیه اپیزودا دارم ببینید برامو بنویسید زلالم خدافظ خدافظ <applause> <applause> خدافظ